کانال قوشتپه یکی از بزرگترین کانال‌های انتقال آب افغانستان و منطقه است که از ولسوالی کلدار از ولایت بلخ شروع شده و آب رود آمودریا را به طول 285 کیلومتر تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب منتقل خواهد کرد. این کانال در هر ثانیه توانایی انتقال 650 متر مکعب آب را دارد که طبق طرح قرار است 550 هزار هکتار زمین کشاورزی را در طول مسیر آبیاری کند. پروژه کانال قوشتپه در زمان حاکمیت محمد داود خان بین سالهای 1352 تا 1357 طراحی شد. ولی به دلیل جنگ و بی‌ثباتی منطقه این کار عملی نشد تا اینکه در حمل سال 1401 کار ساخت آن شروع شد. در طرح اولیه در زمان داود خان قرار بود هر 43 کیلومتر این کانال آبی در یک سال ساخته شود. این کانال طی 3 فاز اجرا می شود و آب آن از خلم، نهرشاهی و دولت آباد ولایت بلخ عبور کرده و به ولسوالی آقچه مریان و خواجه دوکوه ولایت جوزجان رسیده و از آنجا به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب سرازیر می شود. در مسیر این کانال بزرگ آبی چندین آبگردان، سیستم های آبیاری و سد کوچک برای تولید برق در نظر گرفته شده است که با اجرای آن در یک سال 9 میلیارد متر مکعب آب ذخیره و 600 هزار هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. فاز اول به طول 108 کیلومتر از کنار رود آمو در ولسوالی کلدار بلخ آغاز تا ولسوالی دولت آباد بلخ ادامه دارد. فاز دوم به طول 177 کیلومتر از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ادامه دارد و مرحله سوم نیز به توزیع زمین‌های کشاورزی تخصیص می‌یابد. بر اساس آمارهای حوزه دریای شمال در حال حاضر 5.1 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو به ازبکستان، 49.6 میلیارد متر مکعب آب به تاجیکستان و 1.5 میلیارد متر مکعب آب به ترکمنستان می‌ریزد. آمودریا از پرآبترین رودخانه‌های آسیای مرکزی محسوب می‌شود، به طوری که قسمت‌های از آن نیز قابل کشتیرانی بوده و از طریق سواحل بندر شیرخان و حیرتان بسیاری از کالاهای صادراتی یا وارداتی افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی مبادله می‌گردد. این رودخانه به عنوان یک رودخانه بین‌المللی مرز طبیعی مشترک میان افغانستان با 4 همسایه شمالی قلمداد شده و حد فاصل قلمرو زمینی میان افغانستان و این کشورها محسوب می‌شود. با افتتاح کانال قوشتپه توان اقتصادی منطقه شمال افغانستان به خصوص در حوزه کشاورزی افزایش چشمگیری خواهد یافت. این حوزه با داشتن زمین‌های مرغوب و حاصلخیز و شرایط جغرافیایی و آب و هوای مناسبش می‌تواند تأمین کننده بسیاری از اقلام کشاورزی برای افغانستان و حتی برای صادرات به منطقه باشد. به گفته برخی از کارشناسان با بهره برداری از این کانال افغانستان میتواند گندم خود را تأمین کرده و حتی صادرات هم انجام دهد. افغانستان و همسایگان آن در آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای درباره نحوه استفاده از آب ندارند. در دوران شوروی آب آمودریا بدون مشورت با افغانستان منحرف میشد و مورد استفاده قرار میگرفت. درگیر بودن افغانستان در یک جنگ تقریبا 40 ساله مانع از آن شده است تا این کشور بتواند پروژه هایی را برای بهره برداری از آب آمودریا به مرحله اجرا درآورد. بنابراین حالا طالبان می تواند به طور منطقی ادعا کند که پس از سالها محرومیت از این آب و در حالی که همسایگان مشغول بهره برداری از آن بوده اند حق استفاده از آب این رودخانه را دارد. افغانستان نیز مثل تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حق بهره برداری از آب را دارند، اما کانال قوشتپه برای ترکمنستان و ازبکستان گران تمام خواهد شد. این کانال ضمن وارد کردن ضربات مهلک بر پیکر بخش کشاورزی این دو کشور ممکن است سبب نقل مکان و آوارگی هزاران نفر از مردم شود. طالبان با پیشبرد سریع این پروژه خود را به عنوان رهبران توانایی به تصویر می‌کشند که به دنبال توسعه کشور هستند. آنها با نمایش قدرت خود در اجرای طرح‌های زیرساختی بلندپروازانه نشان می‌دهند که نگران آینده افغانستان هستند و بدین ترتیب ضمن جلب توجه افکار عمومی قدرت خود را در کشور تثبیت می‌کنند. علاوه بر این مسئله احداث کانال می‌تواند پیامدهای فرامرزی قابل توجهی را بخصوص برای کشورهای آسیای مرکزی به دنبال داشته باشد.
با توجه به این که همکاری در زمینه آبهای فرامرزی اهمیت زیادی در عرصه بین المللی دارد، لذا تأثیر این کانال بر کشورهای همسایه توجهات زیادی را به خود جلب کرده است و تعامل با طالبان را ضروری می سازد. طالبان از طریق این همکاری های دیپلماتیک می تواند ارتباطات مهمی ایجاد کرده و مشروعیت خود را در عرصه جهانی افزایش دهد. کانال قوشتپه یک طرح مهم و بلند پروازانه در حوزه آبی منطقه آسیای مرکزی است. این کانال که توسط شرکت انکشافی ملی افغانستان مدیریت شده و بودجه آن از محل منابع عمومی تأمین می شود. البته کار روی پروژه قوشتپه از سالها قبل و پیش از به قدرت رسیدن طالبان آغاز شده بود. کارهای اولیه و مطالعات امکان سنجی این پروژه در زمان دولت سابق افغانستان و با حمایت USAID آغاز شد. اما این دولت طالبان بود که به این پروژه سرعت بخشید، به شکلی که باید گفت پیشرفت این طرح حیرت انگیز است. تصاویر ماهواره‌ای حکایت از آن دارند که تنها در مدت یک سال طالبان توانستند حدود 100 کیلومتر از این کانال را تکمیل کنند. طبق گزارش سازمان قضا و کشاورزی سازمان ملل، افغانستان با یک بحران انسانی کم نظیر دست و پنجه نرم می کند. طبق آخرین ارزیابی IPC که نتایج آن 1 اپریل 2023 منتشر شد، حدود 17 میلیون نفر از مردم افغانستان، تقریباً 40% از جمعیت این کشور، با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند. این در حالی است که مشکلات اقتصادی و سیاسی در کنار اثرات تغییرات آب و هوایی نیز سبب تشدید این ناامنی غذایی شده است. در حالی که حدود 80% از مردم برای امرار معاش خود به کشاورزی متکی هستند، پیامدهای تغییرات آب و هوایی که به واسطه خشکسالی‌ها و بلایای طبیعی گسترده قابل مشاهده است، عمیقاً بر دوره‌های رشد و ثمردهی محصولات اثر گذاشته و خطر کمبود غذایی را تشدید می‌کند. در نتیجه منابع آبی جزو اولویت‌های اصلی افغانستان به شمار می‌رود و می‌توانند به عنوان یک کاتالیزور در بخش کشاورزی راهی را برای برون رفت از بحران انسانی فزاینده این کشور ایجاد کنند. در میان زمین‌های بیابانی افغانستان ذخایر آبی فراوانی وجود دارد که همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند. جالب این که بیش از 80% آب این کشور از کوههای مرتفع هندوکش که بالغ بر 2000 متر ارتفاع دارند سرچشمه می گیرد. این قله های پوشیده از برف به عنوان یک مخزن طبیعی عمل کرده و در فصل تابستان جریان مداوم آب رودخانه های اصلی را تأمین می کنند. اما افغانستان به رغم برخورداری از این ثروت طبیعی با کمبودهای فاحشی در زمینه زیرساخت‌های آبی مواجه است که همین مسئله چالش‌های بزرگی را در زمینه دسترسی بی‌وقفه به آب مصرفی کافی ایجاد می‌کند. وقوع ده‌ها سال جنگ و درگیری در این کشور مانع از توسعه گسترده زیرساخت‌های هیدرولیکی به منظور تأمین نیازهای آبی مردم شده است. در چنین شرایطی کانال قوشتپه یک طرح حیاتی به حساب می آید که می تواند معضل کمبود آب را در کشور نیمه بیابانی افغانستان کاهش دهد.